سلام شبتون بخیر با توجه به خبرها و اتفاقات اخیر در اینترنت و اینی که اینترنت این روزها بخش عمده زندگی و جزو جدایی ناپذیر زندگی روزمرمونه و خصوصا این که بخشی از میانگین رده سنی مخاطبین من کودکان و نوجوانان هستند وظیفه خودم دونستم در مورد مسائل خیلی مهمی باهاتون صحبت کنم اول بگم که مخاطب من در این ویدیو همان خطر همیشه در کمینه چه داخل خونه چه فضای بیرون چه فضای اینترنت چه دنیای حقیقی چه دنیای مجازی همیشه خطر در کمینه ما تا زمانی که کودک و نوجوان هستیم وظیفه مراقبت از ما و وظیفه آگاهسازی ما عمدتا به عهده والدینه یه چیزی از بچگی ما با فرهنگ استفاده ازش آشنایی نداشتیم و اون هم رده سنی محتواهای مصرفیه حالا فرقی نمیکنه موزیکی باشه که گوش میدیم فیلمی باشه که میبینیم و بازی باشه که اجرا میکنیم یه دلیلی داره روی اینها یه برچسب رد سنی میزنن یکم آگاه باشید نذاریم بچه هاتون بدون هیچ محدودیت و بدون هیچ نظارتی از اینترنت استفاده کنن ما انسان ها در ابتدای زندگی شبیه به یک گل خام کوزگری هستیم و وظیفه شکل دادن ما به عهده والدینه یه گوشی یا تبلت دست بچهتون ندید که فقط نق زدن و قرض زدنش قطع بشه هر چیزی استفاده صحیح داره شما میتونید محتوای اینترنتی که در اون دستگاه کامپیوتر باشه تبلت باشه گوشی باشه فرقی نمیکنه شما میتونید محتوای پخش شده در اون محتوایی که در اون میتونه جستجو بشه را محدود بکنید بر اساس رده سنی اگر سواد استفاده از این گجت ها رو ندارید حداقل میتونید بچهتون رو آگاه و روشن بکنید که ممکنه هر لحظه توی فضای اینترنت با چه محتواهای خطرناکی روبرو بشه من نمیگم اینترنت بده من نمیگم استفاده از دنیای امروزی دنیای تکنولوژی امروزی بده استفاده صحیحش از همه چیز مهمتره به همین خاطر تماس گرفتم با جناب دکتر سیامک رستمیان دکترای روانشناسی تخصص کودک و نوجوان تا از نظر علمی هم به این مسئله مهم بپردازم جناب دکتر سلام با موضوعمون آشنا هستید اما سوال من اینه آیا عدم توجه به محدودیت های سنی در محتواهای مصرفی تأثیری واقعا در حال و یا آینده ی کودکان و نوجوانان میذاره؟ با عرض سلام خدمت بینندگان عزیزتون بله یقینا استفاده کردن از محتواهای اینترنتی بدون در نظر گرفتن رده های سنی مشخص شده میتونه تاثیرات منفی زیادی داشته باشه مثلا مصادیق خشونتباری که توی بعضی از بازی های اینترنتی یا محتواهای تولیدی هست یا حتی موسیقی هایی که وجود داره میتونه به شدت تأثیر باشه و ایجاد اختلالاتی که ما مثلا بهش میگیم سلوک که خشونت خیلی بالایی رو همراه داره در واقع منجر به اونها بشه همینطور هم انواع اختلالات جنسی مثل اعتیاد جنسی یا مشکلاتی مثل کچکاری های جنسی که در اثر در واقع تحت تاثیر محتواهای خارج از سن بودن برای نوجوانان و کودکان میتونه به وجود بیاد و انواع افسردگی یا انواع اختلالات استرابی که میتونه در واقع دربر بگیره این مسئله در کل به شدت تاکید میکنم که خیلی حواسمون باشه به این رده های سنی مشخص شده این رده ها بسیار کارشناسی شده هستن و حتما باید مد نظرمون قرار بگیرن تا بتونیم در واقع اون سلامت روان خودمون کودکمون و نوجوانمون رو حفظ کنیم در کل ممنونم که به این موضوع خیلی مهم پرداختید و امیدوارم که همه شنونده های عزیز این مسئله رو مد نظرشون قرار بدن شبتون خوش صحبت ها رو شنیدی. من به شخصه از اکثر محتواهایی که در سراسر دنیا ترند میشه فرقی نمیکنه در فضای وب باشه یا اینستاگرام بدم میاد چرا که اکثرا محتواهای زرد و پوچی هستند که برای کودکان و نوجوانانمون میتونن بسیار خطرناک و نامناسب باشن و متاسفانه متاسفانه بسیار محبوب پرطرفدار و به سرعت دست به دست میشن پس نذارید چشم جوانای آیندهمون به این محتواها باز و از اون بهتر به اونها عادت بکنه به صورت کلی همه محتواهای بد و نامناسب رده سنی مثالشون نمیذارم. در این هجوه عظیم حمله رسانه ها که بسیار هم دم دستی هم از ماهواره و شبکه های اجتماعی نه فقط کودکانمون بلکه خود ما هم در خطریم اگر نوجوانی هستی و این ویدیو رو میبینی ممنون میشم چند دقیقه مزاحم وقت والدینت بشی و این ویدیو رو به اونها نشون بدی ارادتمند شما اهورانیاس